دانشگاه بوخوم یکی از محبوب ترین دانشگاه‌های آلمان برای ایرانی ها است، به دلیل آنکه راحت تر از بقیه مؤسسات علمی پذیرش می‌دهد. حدود 43,000 نفر در این دانشگاه تحصیل می‌کنند. 6,300 نفر از آنها دانشجوهای بین المللی هستند. نزدیک به 400 نفرشان از کشور ایران هستند که مشکلات اکثر آنها از قبل از ورودشان به آلمان شروع می شود. یعنی از زمانی که برای دریافت ویزای دانشجویی به سفارت آلمان در تهران مراجعه می کنند. خیلی ها فقط برای وقت مصاحبه بین 1.5 تا 2 سال منتظر می مانند. این نکته باعث می شود که اکثرا پذیرش دانشگاه آلمان را از دست بدهند. مشکلی که برای ماندانا پس از 7 ماه انتظار برای دریافت وقت مصاحبه هم پیش آمد. خب من از دانشگاه شتوتگارت پذیرش داشتم. کلاس من تاریخ اکتبر شروع می شد ولی نوبت مصاحبه دانشجویی من ژانویه شد و من به طور کل اون پذیرش رو از دست دادم. بعضی از دانشگاه ها تا 1 ترم 2 ترم دیفر می کنن، یعنی پذیرش رو می تونن برای شما همچنان نگه دارن، ولی بعضی از دانشگاه ها این مسئله رو قبول نمی کنن و در واقع پذیرش دیفر نمیشه و اعتبار خودش رو از دست میده. وزارت امور خارجه آلمان فقط کتبی در مورد علت طول کشیدن دریافت ویزا یا وقت مصاحبه پاسخ داد. آنها می نویسند: تعداد متقاضیان ایرانی به خاطر جذابیت علمی کشور آلمان افزایش چشمگیری داشته است. در سال 2015 بیش از 1500 ویزای دانشجویی صادر شده و سال 2018 نزدیک به 3000 نفر ویزا دریافت کردند. ما می‌دانیم که دریافت ویزای دانشجویی زمان بر شده است. در تلاش هستیم تا با افزایش نیروی کاری، گسترش ساختمان سفارت و واگذار کردن دریافت این تقاضاها به دفاتر خدماتی خارج از سفارت، زمان دریافت وقت مصاحبه را کاهش دهیم. بعضی از دانشجویان برای دریافت سریع‌تر ویزا سعی می‌کنند از طریق خواندن زبان در کشورهای مانند ارمنستان پروسه رسیدن به آلمان را به جلو بیاندازند. من 6 ماه توی ارمنستان زندگی کردم با ثبت نام توی یک مؤسسه زبان وابسته به دانشگاه. اونجا 6 ماه آلمانی خوندم و با عقص پذیرش از دانشگاه بخوم وارد سفارت آلمان شدم و بعد از 2 ماه ویزا گرفتم. سبحان، حالا 10 روز است که به آلمان آمده است و با مشکلات بعدی روبرو شده است. مثلا باز کردن حساب بانکی. تجربه‌ای که ساناز هم داشت. چون دانشجوها موظف هستند تأمین مالی برای 1 سالشان که مبلغ 8640 یورو است را با خود بیاورند. آنها باید در آلمان حسابی باز کنند به اسم بلاک اکاونت که می توانند ماهیانه فقط 720 یورو از آن برداشت کنند. اما خیلی از بانک ها برای ایرانیان حساب باز نمی کنند. پولا که ما تقریبا تا 1 ماه اول باید تو خونه نگه داریم و خیلی هم خطرناکه. بانک می گفت من بلاک نمی کنم. یعنی من تقریبا 2-3 ماهی دنبال این دویدم. 10 تا بانک مراجعه کردم. دویچه بانک میگفت ما با ایرانی‌ها چیز نداریم. نمیتونیم ایران چون تحریمه نمیتونیم برای شما حساب باز کنیم. اشبارکاس‌های شهرهای مختلف میگن باید ملده اینجا باشی که ما بتونیم واسه حساب باز کنیم. چون مال کلنی برو دوباره همون کل میگه من نمیدونم بلاک چیه. همینجوری دوره میچرخه. با بانک‌های مختلفی تماس گرفتیم تا در مورد باز نکردن حساب برای ایرانیان صحبت کنیم. آنها تقاضای مصاحبه را رد کردند و کتبی جواب دادند. بعضی‌ها بدون صحبت از تحریم‌ها گفتند که موظف هستند که قوانین بین‌المللی را رعایت کنند. بعضی‌ها گفتند که اگر مشتری ساکن اتحادیه اروپا نباشد، نمی‌توان حسابی باز کرد و بعضی‌ها هم انکار کردند که برای ایرانیان حساب باز نمی‌کنند. یکی از مشکلات بزرگی که دانشجویان باش مواجه هستند شهرداری‌ها و اداره خارجی‌ها یا اداره مهاجرین است، مثل اینجا در شهر بوخوم که هر شهر و هر کارمند حتی شهر یک مدل برخورد می‌کنه و یک مدل سختگیری می‌کنه. با شهر بوخوم تماس گرفتیم و می‌خواستیم باهاشون مصاحبه کنیم که این تقاضا رو رد کردن و مصاحبه ما نمی‌دن و با آرتین الان اینجا قرار داریم که مشکلات زیادی با شهرداری شهر بوخوم داره. آرتین 10 ماه است که به آلمان آمده و مدرک زبانش را تکمیل کرده است. حالا منتظر ورود به دانشگاه است. من موقعی که وارد آلمان شدم اولین چیزی که بودش دنبال خونه باید میگشتم که خب خونه به همین راحتی بهمون نمیدادن چون هنوز ثبت نام نبودم دانشگاه و هر خونه ای که میرفتم یا اکثرا به خاطر خارجی بودن یا اینکه دانشجو نبودم بهم خونه رو نمیدادن.
تا اینکه مثلا مجبور شدم یه خونه 20 متری بگیرم با 400 یورو ماهیانه هزینهش و خب 720 تا ماهیانه بیشتر ازش بکن تو نمیتونم از حسابم نمیتونم بردارم که 400 تاش رفت میمونه 320 تا و برای تمدید ویزا دوباره باید 150 تا بدم برای وا کردن حساب دوباره باید 150 تا بدم همه بانک ها برای اون حساب وا نمی کنن یکی از بزرگترین مشکلات اینه فقط شبارکاس هست که وا می کنه که اونم 150 یورو می گیره بابت وا کردن حساب و دوباره پول یک ماه رفت آدم دیگه نمی دونه تو یک ماه چجوری باید سر کنه و جدا از اون ماهیانه بیمه هستش الان 10 ماهی که گذشته و من هنوز منتظرم که ببینم کی میتونم وارد دانشگاه بشم که شروع کنم زندگی کردن و وگرنه الان فقط سردرگمم موندم که باید چیکار کنم. در کنار همه این مشکلات دانشجویانی که کالج زبان میروند اجازه کار ندارند و فقط در تعطیلات میتوانند درآمد محدودی داشته باشند. اصلا کلا پروسه مهاجرت تحصیلی به آلمان پروسه راحتی نیست. یعنی بچه‌هایی که واقعا عادت به سختی و پشتکار و تلاش زیاد ندارن اینجا خیلی اذیت میشن. سنگ جلو پای ما خیلی هست. مثل گرفتن اجازه کار، مثل ثبت نام، مثل اینکه مثلا ددلاین یه دانشگاهی الان هنوز باز نشده ولی تو مجبوری کار کنی. پس مجبوری بری اجازه کار بگیری. چون پول تمام شده، چون یه سال از زمانت گذشته. بعد اجازه کار بهت نمیدن تا دانشجو نشی. بعد مورد بعدی این که اینجا خیلی باید مستقل باشی. بچه ها خیلی اذیتن به خاطر اینکه تنها هن، از خانواده هاشون دورن، هزینه ها بالاست، پول خیلی زیادی رو چنج کردن و یه پول ناچیزی تو آلمان شده. واسه همین هی باید حساب در واقع خودمونیش میشه دو تا چهار تا بکنن که اینو میتونم بخرم، اینو نمیتونم، در حالی که این شرایط رو تو ایران نداشتن یا کمتر داشتن. به خاطر تمام این مشکلات به گفته خودشان عده‌ای از دانشجویان ایرانی یا افسرده شده اند یا پشیمان. پشیمان از اینکه قبل از شروع به تحصیل در آلمان باید از هفت خان رستم عبور کنند. بامداد اسماعیلی، بوخوم، آلمان.